به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 28 جولای 2023 میلادی برابر است با 6 اماداد سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نماز جمعه زاهدان در روز 6 مرداد از مسئولان حکومت خواست تا در شرایط اقتصادی کنونی که همه تحت فشار هستند از سختگیری بر مردم در موارد دیگر خودداری کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز 6 مرداد همزمان با 10 محرم و روز عاشورا بخش عمده خطبه های خود را به قیام امام سوم شیعیان علیه یزید خلیفه وقت مسلمانان اختصاص داد و تلویحا آن را با مسائل امروز مقایسه کرد. او با اشاره به جنایات یزید برای بقای حکومت خود گفت هیچ حکومتی اعم از مسلمان و غیر مسلمان نباید برای بقای خودش انسانها را بکشد. مولوی عبدالحمید همچنین یادآور شد که یزید اهل گفتگو، انتقاد و قابل اصلاح نبود و مصیبتی بود که جهان اسلام را گرفتار خودش کرد و برای همین حسین ابن علی علیه او قیام کرد. اسماعیل زهی در ادامه بار دیگر ایرانیان را از بهترین ملت‌های دنیا خواند که در بیش از 14 دهه گذشته در انتخابات حضور داشته و جنگ 8 ساله با عراق را اداره کردند. او با تاکید بر اینکه دولت حاکم و نظام هر چه دارد از مردم دارد، گفت حق حکومتداری و انتخاب دولت و مسئولان همه با مردم است و مردم مستقیم و غیر مستقیم تمام مسئولان را تعیین می‌کنند و بنابراین این حقشان است که به حرفشان گوش کنید و در برابر آنها تواضع کنید. مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی همواره همه مشکلات و ناکارآمدی‌ها را به گردن دشمن می‌اندازند، این سخنان را نادرست خواند و گفت مردم می‌دانند که این مشکلات کار دشمن نیست. او یکی از مشکلات را بیماری اقتصاد خواند که همه چیز را نابود و همه را ناراضی کرده و گفت با این حال هیچ راه علاج یا دورنمایی برای حل آن به چشم نمی‌خورد. انتشار خبر استخدام گسترده جوانان حزب اللهی در وزارت ارشاد به واکنش گسترده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دامن زده است. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که 400 نیروی جوان حزب اللهی بعد از 2 سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود بیاید. خبر تغییر مورد نظر وزیر دولت ابراهیم رئیسی در حالی منتشر می شود که وزارت ارشاد در دهه های گذشته محدودیت های گسترده ای را بر انتشار فیلم، کتاب و دیگر آثار هنری و فرهنگی اعمال کرده است. تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر استخدام نیروهای جوان حزب اللهی در واقع ادامه تاکیدهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر است که همواره در سخنرانی‌هایش برای مقامات دولت جمهوری اسلامی خواستار پرورش و به کارگیری نیروهای جوان انقلابی شده است. تاکید بر حزب اللهی بودن کارمندان ارشاد در شرایطی است که هنوز از انتشار فیلم رابطه جنسی رضا ثقتی یکی از مدیران انقلابی وزارت ارشاد که بسیار جنجال برانگیز شد 2 هفته نیز نمی‌گذرد. در ادامه انعکاس عزاداری‌های ضد حکومتی در ماه محرم در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری از حضور یک هیئت عزاداری در آرامگاه یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 منتشر شده است. این ویدیوها جوانان سفید پوشی را نشان می‌دهد که با طبل، سنج و شیپور بر مزار غزاله چالوبی از قربانیان اعتراضات در شهر آمل حاضر شده و مارش عزا می‌نوازند. سفید پوشیدن یکی از روش‌هایی است که مخالفان حکومت و خانواده‌های برخی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی برای محرم امسال پیشنهاد داده بودند. در ویدیوهایی که در امامزاده قاسم شهر آمل محل دفن غزاله چلابی ضبط شده، مادر او به استقبال هیئت عزاداری می‌رود. فاطمه مجتبایی، مادر غزاله چلابی، روز 4 مرداد در متنی در اینستاگرام خود نوشته بود که دخترش روز اول محرم سال 68 به دنیا آمد و از حضور مردم بر مزار او در محرم امسال خبر داده بود. او نوشته بود قاتلان و مزدوران حکومتی پیکر این قربانی اعتراضات سال گذشته را در گوشه ترین جای یک امامزاده دفن کردند، اما محرم امسال مردم از زن و مرد، پیر و جوان در کنار مزار او جمع شدند.
غزاله چلبی روز 30 شهریور ماه سال 1401 در جریان تجمع معترضان در برابر فرمانداری آمل با شلیک گلوله‌ای که از داخل فرمانداری شلیک شد جان باخت. او هنگام اصابت گلوله با دوربین تلفن همراهش در حال فیلم برداری بود و تصاویری که بعد از گلوله خوردن او ذخیره شده بود با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری همراه شد. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی گسترش فقر در ایران را به جنگ اقتصادی دشمن مربوط دانسته و گفته است که نظام جمهوری اسلامی در فقر مردم بی تقصیر است. رسانه های ایران امروز جمعه 6 مرداد سخنان این نماینده مجلس را منتشر کردند که گفته کشور و مردم ما بالقوه ثروتمند هستند و اگر این ثروت بالفعل نشده و خود را در رفاه جامعه نشان نداده تقصیر نظام جمهوری اسلامی نیست. این نماینده مجلس در سخنان خود مقصر فقر را جنگ اقتصادی دشمن دانسته است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین وجود فقر و محرومیت در ایران را بی اهمیت جلوه داده و گفته است که نمایندگان مرتب با استفاده از تریبون مجلس کاستی های حوزه انتخابی خود را بیان می کنند، اما باید توجه داشت که بیان کمبودها با نشان دادن این که ما فقیر و محروم هستیم متفاوت است. عباسی همچنین وجود برخی کمبودها در کشور را ناشی از عقب ماندگی تاریخی آن باشته دانست و مدعی شد که همه دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تلاش کردند تا مشکلات رفاهی مردم حل شود و مردم با سطح رفاه مناسب زندگی کنند. این اظهارات فریدون عباسی در شرایطی بیان شده که تحلیلگران سیاست‌های جمهوری اسلامی را که منجر به انزوای بین‌المللی ایران شده عامل اصلی گسترش فقر و تنگدستی می‌دانند که به سرعت در ایران در حال گسترش است. با گذشت بیش از یک هفته از انتشار فیلم رابطه جنسی مدیکل اداره ارشاد استان گیلان، ابعاد تازه تری از این رسوایی اخلاقی رئیس قرارگاه عفاف و حجاب گیلان رسانه‌ای شده است. سردبیر کانال تلگرامی رادیو گیلان که نخستین بار فیلم رابطه جنسی رضا ثقتی را منتشر کرد، روز پنجشنبه 5 مرداد در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا از بازداشت این مدیر دولت ابراهیم رئیسی و 50 تن دیگر در این رابطه خبر داد. پیمان بهبودی اخبار جدید دریافتی را شوکه کننده خواند و گفت پیش از انتشار این فیلم از طریق رادیو گیلان اداره اطلاعات سپاه استان فیلم را در اختیار داشته و آن را برای مرکز ارسال کرده بود. وی در ادامه افزود سازمان اطلاعات سپاه ضمن نمایش این فیلم برای وزیر ارشاد از او خواسته بود تا هر چه سریعتر رضا ثقتی را از مدیریت ارشاد گیلان عزل کند، اما وزیر ارشاد از این امر امتناع کرد. به گفته مدیر رادیو گیلان فیلم رابطه جنسی رئیس قرارگاه عفاف و حجاب گیلان همزمان در کمیسیون امنیت ملی مجلس هم نمایش داده شده و نمایندگان مجلس هم از وزیر ارشاد خواسته بودند تا هر چه زودتر این مدیر را از سمتش عزل کند که این درخواست هم از طرف وزیر ارشاد بی‌پاسخ می‌ماند. پیمان بهبودی همچنین گفت که بعد از انتشار این فیلم در کانال تلگرامی رادیو گیلان با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه یک تیم 20 نفره از کارشناسان برای بررسی ابعاد این اتفاق به استان گیلان سفر و در همین رابطه 50 تن را بازداشت کردند. سازمان حقوق بشری خنگا روز پنجشنبه 5 مرداد خبر داد که حیدر محسنی یکی از کارگران پتروشیمی چوبار در استان ایلام بعد از اخراج توسط حراست این شرکت خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است. این سازمان زمان خودکشی حیدر محسنی را شامگاه چهارشنبه 4 مرداد اعلام کرد و به نقل از منابع مطلع نوشت که او متأهل و پدر دو فرزند بود و از طریق حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان داد. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. منابع حقوق بشری از محکومیت مادر مصطفی جعفری، روزنامه‌نگار زندانی در قزوین، به 6 ماه ارائه خدمت رایگان در مؤسسه زنان کمتوان ذهنی خبر دادند. خبرگزاری هرانا روز جمعه 6 مرداد گزارش داد که مادر مصطفی در جریان ارائه وثیقه برای آزاد کردن فرزندش به اخلال در نظم دادگاه متهم شده است. بنابرای این گزارش، شعبه 7 داستانی انقلاب قزوین این زن 60 ساله را به مدت 6 ماه به ارائه خدمت رایگان در یکی از مؤسسات نگهداری زنان معلول ذهنی و جسمی زیر نظر بهزیستی قزوین محکوم کرده است. داستانی حکم تعقیب این شهروند ساکن قزوین را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورده است. زینت مؤدب خطیبی، هنرپیشه اولین فیلم سینمایی ناطق فارسی ساخته شده در ایران درگذشت. او در زمان مرگ ساکن آمریکا بود و 100 سال سن داشت. زینت مؤدب در سال 1326 در فیلم طوفان زندگی به کارگردانی علی دریابیگی نقش اول هنرپیشه زن را بازی کرد که با توجه به محدودیت‌های آن زمان برای بازیگری زنان خبرساز شد. خانم مؤدب علاوه بر بازیگری، به تدوین و دوبله فیلم‌ها و بازی در نمایش‌های رادیویی و مجریگری هم پرداخته بود. او بعد از مهاجرت به آمریکا در سال 1974 موقتاً دست از کارهای هنری کشید، اما چند سال بعد به همراه همسرش پرویز خطیبی اولین رادیوی فارسی زبان شهر نیویورک را پایه‌گذاری کردند. بنا به اعلام منابع حقوق بشری ایران، علی جاسمی سرخانی، کودک 4 ساله اهل سرخانیه خرمشهر،
به دلیل عدم رعایت ضوابط ایمنی و عدم فنس‌کشی در داخل کانال آب فاضلاب این شهر سقوط کرده و جان خود را از دست داد. به گفته یه نزدیکان این کودک، این نهر فاضلاب در این چند سال 4 قربانی داشته و مردم آن منطقه چندین بار شاکی شدن اما هیچ کس جوابگو نبوده و نیست. منابع نزدیک به این قربانی گفتن زمانی که علی سرحانی غرق شد، خانواده این کودک به هر ارگانی که زنگ زدن هیچ کس حاضر به همکاری نبود و خانواده قربانی و اهالی منطقه مجبور شدند خودشان وارد نهر فاضلاب که پر از لجن و میکروب بوده شوند و پیکر بیجان این بچه را پیدا کنند. در حالی که مقامات سوریه از افزایش شماره کشته شدگان انفجار زینبیه دمشق به 6 تن خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که بر اثر این انفجار به هیچ کدام از زائران ایرانی آسیبی وارد نشده است. مقامات سوری شامگاه پنجشنبه اعلام کردند که در انفجاری در نزدیکی مقبره سید زینب، یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در جنوب دمشق، دست کم 6 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. پیشتر تعداد کشته‌های این انفجار از سوی وزارت بهداشت سوریه 5 تن اعلام شده بود. همچنین وزارت کشور سوریه در بیانیه اعلام کرد که این حمله تروریستی و به دلیل انفجار یک موتورسیکلت در نزدیکی تاکسی بوده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد. تلویزیون دولتی سوریه اما گزارش داده که مواد انفجاری به وسیله افراد ناشناس در یک تاکسی جاسازی شده بوده است. در پی انفجار اخیر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وقوع انفجار تروریستی در منطقه زینبیه را محکوم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، با یک اتهام جدید مواجه است. او و دستیارانش تلاش کردند که فیلم‌های دوربین اقامتگاهش در فلوریدا را حذف کنند تا به این ترتیب مانع از انجام تحقیقات اسناد طبقه بندی شده شوند. این اتهامات روز پنجشنبه در کیفرخواست بروز شده هیئت منصفه مطرح شد که اتهامات جدیدی را علیه ترامپ مطرح و یک متهم دیگر را هم به پرونده اضافه می کند. سخنگوی ترامپ اتهامات جدید را رد کرد و آن را تلاش مستمر و شکست خورده دولت بایدن برای آزار و اذیت ترامپ و اطرافیانش و تاثیرگذاری بر رقابت‌های رئیس جمهوری سال 2024 خواند. گفته می شود که ترامپ بعد از بازدید بازرسان FBI و وزارت دادگستری در جون سال 2022 برای جمع‌آوری اسناد طبقه بندی شده ای که او یک سال پیش از ترک کاخ سفید با خود برده بود، درخواست کرده بود که این فیلم‌ها حذف شوند. ماموران تجسس بعد از اینکه متوجه دوربین‌های مدار بسته شدند، درخواست دسترسی به فیلم‌های این دوربین‌ها را داده بودند. به گفته دادستان‌ها، این فیلم‌ها کارمند ترامپ را نشان می‌دهد که جعبه‌های اسناد را به داخل و خارج از یک انبار می‌برد. بعد از آنکه ترامپ بارها از تلاش‌های آرشیو ملی آمریکا برای کسب اسنادی که او از کاخ سفید به محل اقامت خود در ایالت فلوریدا برده بود خودداری کرد، تحقیقات در این مورد آغاز شد و به طرح اتهامات جدیدی علیه او انجامید. در متن کیفرخواست او آمده که اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد برنامه‌های هسته‌ای آمریکا، آسیب‌پذیری احتمالی این کشور و متحدانش در برابر حمله و برنامه‌هایی برای واکنش در این رابطه است که افشای آنها می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیاندازد. ارتش اوکراین میگوید که در یکی از خطوط مقدم جبهه در جنوب شرقی این کشور به موفقیت‌هایی دست یافته است. در ویدیویی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین منتشر کرده، نیروهای این کشور میگویند که روستای ستار مایورسکه را به تصرف خود درآوردند. ارتش اوکراین گفته است که این روستا که در 150 کیلومتری شرق شهر زاپوروژیا قرار دارد، تحت آتش شدید توپخانه و حملات هوایی آزاد شده است. اوکراین تایید نکرده که ضد حمله خود را تقویت کرده، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که حملات اوکراین به طور قابل توجهی تشدید شده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hederylawgroup.com
با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. بولیوی استفاده از یوان، واحد پول چین، برای پرداختهای بین‌المللی خود در قبال واردات و صادرات کالا را آغاز کرده و به این ترتیب به کشورهای برزیل و آرژانتین پیوسته که در چالشی کوچک اما رو به رشد یوان را در برابر دلار آمریکا برای معاملات مالی بین‌المللی به کار می‌گیرند. این سه کشور توسط دولت‌های چپگرا اداره می‌شوند. نتفلیکس که یک پلتفرم تولید سریال، فیلم و مستند برای نمایش خانگی است، بعد از انتشار آگهی کار برای استخدام متخصص هوش مصنوعی با واکنش مملو از عصبانیت بازیگران و نویسندگان برجسته هالیوود روبرو شده است. این آگهی کاری برای پیوستن به تیم یادگیری خودکار این شرکت است که بر اساس یک الگوریتم به بینندگان کمک می‌کند که برنامه‌های جدیدی را برای تماشا انتخاب کنند. نتفلیکس گفته که دستمزد فرد استخدام شده تا 900 هزار دلار در سال خواهد بود که همین امر موجب خشم زیادی در صنعت سینما و تلویزیون شده است. اتحادیه‌های هالیوود به دلیل نگرانی در مورد اینکه چگونه هوش مصنوعی بر صنعت سرگرمی و پرداخت دستمزدها تاثیر می‌گذارد، در حال حاضر دست به اعتصاب زدند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.